برنامه را با موضوع نشست وین با حضور 30 چهره سیاسی ادامه میدیم. در این نشست که از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی ساعت پیش در اتریش آغاز شد. این نشست با ابتکار انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده و برای 3 روز هم ادامه دارد. در این نشست در کنار سایر چهره ها رنگین دادفرسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست امنیت ملی این کشور نیز حضور دارند. برای بحث بیشتر در این مورد محترم آصف مبلغ را از طریق اسکایپ در برنامه با خود داریم. سلام آقای مبلغ، خیلی خوش آمدید. گفته میشه که در این نشست در پیوند به مقاومت سیاسی و نظامی در برابر طالبان رایزنی صورت میگیره، اما از سوی دیگر تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان خواستار تعامل با طالبان هست. به نظر شما آیا اتحادیه اروپا از دنباله روی از تصامیم ایالات متحده نسبت به اداره افغانستان شانه خالی میکنه و به دنبال راههای جایگزین هست به نظر شما؟ با سلام خدمت شما و بیننده محترم شما. دو تا مسئله خیلی مهم هست. یکی که در شرایطی که طالبان بسیار سعی میکنند که به تمام دنیا و مردم افغانستان بگن که عملا کسی در مقابل اونا وجود نداره و اگر مجموعه های با نظرات مخالف هم بوده جذب حکومت طالبان شده، وجود یک چنین کنفرانس های میتواند بسیار مهم باشد برای کسانی که در حقیقت در جبهه مخالف طالبان قرار دارد و برای یک ارسال پیام منسجم برای جامعه بین المللی، کشورهای منطقه و مردم افغانستان. اما در خصوص اظهارات آقای تانویست، من فکر میکنم که منظور آقای تانویست شاید فضای فعلی افغانستان باشه، وضعیت بشری که در افغانستان وجود داره و واقعیتی که فعلا جغرافیا در دست طالبان قرار داره، و اما در بلند مدت من فکر میکنم نه جامعه بین المللی نه مردم افغانستان بحث تثبیت طالبان و استحکام پایه های حکومتی طالبان را نمیخواهند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت از یون ما به خاطر نام نبردن از طالبان به عنوان عاملان تیرباران اسیران جنگی در پنجشیر انتقاد کردم. این در حالی است که ویدیوهای زیادی از که صدای آمریکا نمیتونه صحتشان تایید کنه در رسانه‌های اجتماعی از اعدام صحرایی جنگجویان جبهه مقاومت ملی نشر شده. حتی سفیر فرانسه بر افغانستان نیز یکی از این ویدیوها را باز نشر کرده و در موردش صحبت کرده. به نظر شما چرا یون ما تاکنون به گونه مشخص از جناحی که در پنجشیر مرتکب نقض جنایات میشه، نقض حقوق بشر میشه، نام نمیگیرم؟ متاسفانه این اعتراض همیشه بر نمایندگی سازمان ملل، بر نمایندگی حقوق بشری سازمان ملل مخصوصا در افغانستان وارد بوده. در خیلی از جاها جنایات بی سابقه را که در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام شده گزارش نشده. دو نهاد طالبان، یک امر به معروف و یک استخبارات طالبان، مرتکب جنایت های بیشمار نقض حقوق بشر و جنایت های بیشمار در حق شهروندان افغانستان شده، اما متاسفانه هیچ کدام از اینا آنطوری که باید در گزارش های یونما و سازمان ملل مندرج نیست. امروز ما با یک جنایت بشری و جنایت جنگی در پنجشیر روبرو هستیم. کسایی که موثق در محل وجود داره از جنایت های بیشمار، از اختطاف ها، از تیراندازی به مردم ملکی و از جنایت علیه به اصطلاح کسایی که دستگیر شده پرده برمی داره، اما متاسفانه اینا در گزارش های معتبر بین المللی هیچ وقت درک نشده. پرسش آخر ما اگه بسیار کوتاه بگویم، امروز نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای هم بدون حضور نماینده افغانستان که عضو ناظر بود شروع شد. فکر میکنین این موضوع چقدر روی اوضاع افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ کشورهای عضو شانگهای رسما اعلام کردند که ما علاقه ای نداریم با طالبان روابط رسمی داشته باشیم و به همین دلیل گفته که جایگاه مردم افغانستان در نزد کنفرانس شانگهای و این پیمان محفوظ است، اما علاقمند به رابطه رسمی با طالبان نیست. نشان میده که حتی کشورهای منطقه به شمول چین و روسیه که تصور میشه که ممکن هست به خاطر مخالفت با ایالات متحده آمریکا از بعد استراتژیک به عنوان عقبه طالبان محسوب شود، امروز اعتماد لازم را به گروه طالبان ندارد.
و هر روز که میگذره من فکر میکنم اعتماد بین المللی و اعتماد منطقه‌ای به گروهی که در قبال هیچ چیز پاسخگو نیست کمتر میشه. سپاس فراوان از جناب آقای آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی که در برنامه شرکت کردند.